13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش یه اتفاق خارق العاده افتاد. بیگ بنگ. دارم در مورد لحظه ای صحبت می کنم که فضا و زمان به وجود اومدن. فضا زمانی که از لحظه ای به وجود اومدن همواره در حال انبساطن و در کنار هم دنیای مقابل ما رو شکل دادن. در واقع هر چیزی که ما میتونیم لمس کنیم، احساس و ادراک کنیم، اندازه‌گیری کنیم یا تشخیص بدیم جهان ماست. از ریزترین ذرات گرفته تا بزرگترین کهکشانها، فضا، زمان، انرژی و زندگی همگی دنیای ما هستند و آغاز دنیا یعنی آغاز همه چیز. ما انسان‌ها بخش خیلی کوچکی از دنیا هستیم که با نگاه کردن و دقت در ناشناخته‌ها و شگفتی‌هایی که باهاشون مواجه میشیم، تمام تلاشمون اینه که خودمون رو بفهمیم. کره زمین خونه مشترک همه موجودات زنده است. ما انسان‌ها تا حالا از روی همین زمین تونستیم چیزای خیلی فوق‌العاده و شگفت انگیزی رو بفهمیم. و البته بازم دلمون میخواد هرچه بیشتر در فضای جهان گشت و گذار کنیم و هرچه بیشتر حتی در مورد دورترین نقاط کیهان بدونیم. بنابراین اجازه بدید از همین الان یه سفری رو شروع کنیم و این سفر رو تا لبه کیهان ادامه بدیم. سفری که از همین کره زمین خودمون شروع میشه. زمینی که هم خونه همه ما و هم دنیای کوچیک هممونه و با همه جهان متفاوته و تا حالا تنها جایی که به عنوان میزبان زندگی شناختیمش. میلیون ها میلیون موجود زندگی مختلف روی سطح پرتکاپوی زمین دارن زندگی میکنن، اما هیچ کدومشون کره زمین رو به اندازه ما انسان ها تغییر ندادن. از این زاویه و از این ارتفاع خیلی راحت میشه دید که انسان ها روی زمین چه عمل کردی داشتن. تأثیر ما روی کره زمین اونقدر زیاد بوده که صدها یا شاید هم هزاران سال دیگه ساختمونهای ما، جاده هایی که ساختیم، کارخونه ها و مزارعمون، همگی مدارکی بر تأیید وجود ما بر روی این کره خاکی خواهند بود. اما هرچی که از اینجاها بالاتر بریم، هرچی که ما هستیم و هرچی که ساختیم شروع به کمرنگ تر شدن می کنن. مثلا اگر از این ارتفاع به کره زمین نگاه کنیم، به نظر نمیاد که ما هیچ وقت روی زمین زندگی کرده باشیم. تمام تاریخچه زندگی همه ماها روی این تیله آبی رنگ رخ داده. اینجا جاییه که تا حالا میلیاردها نفر توش به دنیا اومدن و همینجا هم مردن و از این به بعد هم قرار میلیاردها نفر دیگه همینجا به دنیا بیان. برای ما همه چیز از اینجا شروع میشه. اینجا مهد بشریته. ولی ما الان میخواییم اینجا رو ترک کنیم و بریم به جاهایی سر بزنیم که تا حالا هیچ انسانی به اونجاها راه پیدا نکرده. برای این کار هم اول باید از کنار ماه رد بشیم. نزدیکترین همسایمون و تنها جایی به جز زمین که تا حالا انسان بر روی اون پا گذاشته. از ماه که رد شدیم، حالا باید از مسیرهای سیاراتی که به دور خورشید میچرخند هم عبور کنیم. قصد ما اینه که کلن از سیستم خورشیدی خارج بشیم و به فضای تاریک و سرد و خالی بین ستارهی برسیم. همینطور که داریم از سیستم ستاره‌ای خودمون دورتر و دورتر میشیم، خورشید، ستاره ما، همون خورشیدی که دریاهای ما رو گرمتر میکنه، جو کره زمین رو تغییر میده و برای رشد به گیاهان روی زمین انرژی میده و اکسیژن لازم برای زندگی و حیات رو بر روی زمین مهیا میکنه، کم کم تبدیل میشه به یه ستاره غیر خاص و معمولی در میان میلیاردها ستاره دیگه‌ای که توی فضا هستن. حالا دیگه میشه اون ستاره هایی که قبلا در آسمان زمین میدیدیم و برای ما آشنان رو خیلی راحت و واضح و بدون مداخله ی جو زمین ببینیم.
فضای اینجا الان شبیه یه تخت سیاه بزرگه که یه عالم نقطه رنگی و نورانی توش پخش شده و این یه گوشه یه کوچیک از کهکشان راه شیریه. بعضی از این نقطه های نورانی ستاره هایی هستن که یه سری سیاره به نام اکسوپلنت یا سیاره های فراخورشیدی دارن دورشون میچرخن. این امکان هست که در بعضی از اونها زندگی هم وجود داشته باشه، ولی ما هنوز نتونستیم هیچ نشونه ای از زندگی در اونها پیدا کنیم. خب اجازه بدین بیشتر از این اینجا وقت تلف نکنیم و به ادامه سفرمون بپردازیم. ما راه خیلی درازی در پیش داریم و کهکشان راه شیری به شکل غیر قابل باوری بزرگ و پهناوره. در کهکشان راه شیری ما ابرهای عظیم از غبار و گاز به همراه صدها میلیارد ستاره و سیارات و ماهایی که به دور اونها میچرخند وجود داره که همگی فضایی به وسعت 100,000 سال نوری رو پر کردن. در کهکشان ما ماها به دور سیارات میچرخند، سیارات به دور ستاره ها میچرخند و ستاره ها دارن در مدارهایی به دور قسمت مرکزی کهکشان میچرخند. در قسمت مرکزی کهکشان راه شیری یه بخش تاریکی وجود داره که دور تا دورش نورانی و روشنه. اینجا همون جاییه که ابر سیاه چاله کمان A قرار گرفته. هیولای ابر پرجرم و فعلا آرومی که در مرکز کهکشان ما در کمین بلعیدن ستاره های اطرافشه. اجازه بدید یادآوری کنم که ما قبلا در ویدیوی گرانش، شکلگیری کهکشان ها و ابرخوشه لانیاکیا در مورد سیاه چاله کمان A توضیحاتی دادیم و در ویدیوی ما کهکشان ها و شبکه کیهانی و همچنین در یه سری از ویدیوهای دیگه در مورد کهکشان راه شیری بیشتر صحبت کردیم. موضوع اینه که هیچ انسانی نتونسته تا حالا از ماه دورتر بره و اونچه که ستاره شناسا با استفاده از تلسکوپ های رادیویی قدرتمندشون از ساختار کهکشان ما و کلن از ساختار دنیامون میدونن بر اساس رفتار و حرکت اونها و یه سری محاسبات ریاضی پیچیده و شبیه سازی های انجام شده توی ابر کامپیوتر های قدرتمنده. این شبیه سازی ها میگن وقتی که این همه از خونه و کهکشانمون فاصله بگیریم میتونیم ابعاد کهکشانی که ما خونه خودمون صداش میکنیم رو به این شکل ببینیم. هرچی که ما بیشتر از کهکشانمون فاصله میگیریم کهکشان به این بزرگی بیشتر و بیشتر کوچیک میشه و در میان اون همه کهکشان دیگهی که در فضا شناورن مثل یه قطرهی میمونه که در دریایی از کهکشان قرار گرفته. هر یه دونه از این نقاط کهکشانی هستن که توشون ابرهای عظیم گاز و غبار و میلیاردها ستاره و سیاره در حال حرکت و پیچ خوردن وجود داره و درست مثل کهکشان ما که الان دیگه تبدیل به یه نقطه کمرنگ در بین اون همه کهکشان دیگه شده، در مرکز بیشتر کهکشانها یه ابر سیاه‌چاله پرجرم نشسته. حتی گاهی بعضی از این کهکشان‌ها در ضمن رقص و تحرکاتی که در کیهان دارن و گرانشی که بینشون وجود داره به سمت همدیگه کشیده میشن و در همدیگه ادغام میشن. از این منظر تماشایی میشه حفره‌های خالی از جرم و کهکشان رو دید که در بین خوشه‌های در هم فشرده کهکشانی قرار دارن و این فضاهای پر و خالی در کنار هم تصویری از شبکه کیهانی رو تداعی میکنن. این یه بخش کوچیک از دنیای قابل مشاهده ماست. یه صفحه از یه داستان 13,800,000,000 ساله. حالا سوال اینه که ما از اینجا باید به کدوم طرف بریم تا به لبه کیهان برسیم؟ خب برای پاسخ به این سوال ما باید به اون امواج رادیویی نگاه کنیم که از دورترین جاهای دنیا دارن به تشخیص دهنده های تلسکوپ های رادیویی ما میرسن و بر اساس اون امواج ستاره شناسای ما به این نتیجه رسیدند که دنیای ما احتمالاً هیچ لبه‌ای نداره.
به عبارت دیگه تنها لبه‌ای که وجود داره مرز دنیای قابل مشاهده ماست. چطور؟ دنیای قابل دید ما به شکل غیر قابل تصوری بزرگه و دائما هم در حال انبساطه. تقریبا محدوده‌ای به وسعت بیش از 93 میلیارد سال نوری رو هم در بر می‌گیره و تا حالا هرچی که ما از این دنیای قابل دید فهمیدیم رو به واسطه یه تلسکوپ‌های قدرتمندی که خارج از جو زمین قرارشون دادیم به دست آوردیم. چرا که جو زمین ما جلوی عبور یه سری از امواج رادیویی رو می‌گیره و تلسکوپ هایی که ما به خارج از جو زمین فرستادیم میتونن امواجی رو دریافت کنن که ما از روی زمین قادر به دریافتشون نیستیم. اجازه بدید یادآوری کنم که ما قبلا در این زمینه در ویدیوهای انبساط جهان و انتقال به قرمز و همینطور سیاه چاله ها و امواج رادیویی بیشتر صحبت کردیم. به هر حال بیشتر اطلاعاتی که ما از فضا داریم در مورد اون چیزهایی که یا ازشون نوری ساطع یا بازتاب شده و به تلسکوپ های ما رسیده. اما موضوع مهم اینه که نور علارغم اینکه سریع ترین چیز در جهانه بازم سرعتش محدود و مشخصه. اون چیزی که میخوام بگم اینه که نوری که لازمه از لبه های دنیا راه بیفته و بیاد به تلسکوپ های ما برسه و به ما لبه های کیهان رو نشون بده به اندازه کافی زمان نداره که به ما برسه. یعنی نور با بیشترین سرعت ممکن حرکت میکنه ولی به دلیل اینکه جهان ما دائما در حال انبساطه ما همچنان قادر به دریافت نور کمرنگی که احتمالاً از لبه های کیهان میاد نیستیم. وقتی ما یک کهکشانی رو که میلیون ها سال نوری از ما فاصله داره مشاهده میکنیم، در واقع داریم گذشته اون کهکشان رو میبینیم. یعنی داریم شرایطی که اون کهکشان در طول میلیون ها سال قبل داشته رو میبینیم، نه شرایطی که اون کهکشان امروز داره تجربه میکنه. چون میلیون ها سال طول کشیده تا نور از اون کهکشان به تشخیص دهنده ی تلسکوپ های ما برسه. بنابراین هرچی که ما دورتر رو نگاه کنیم داریم قدیمتر رو نگاه میکنیم. دورترین و قدیمی ترین نوری که تا حالا توسط تلسکوپ های رادیوییمون از فضا به دست آوردیم مربوط میشه به چند صد هزار سال بعد از بیگ بنگ. این نور دورترین مشاهدات ما از دنیا و به عبارت دیگه لبه دنیای قابل دید ماست. نوری که در واقع حاصل از حرارت و روشنایی بعد از بیگ بنگه و ما اسمش رو گذاشتیم امواج پسزمینه کیهانی. در مورد امواج پسزمینه کیهانی ما قبلا در ویدیوی تابش ماکروویو پسزمینه کیهانی مفصلتر صحبت کردیم. این امواج در واقع دارن از دورترین جاهایی میان که برای ما ممکنه که ببینیمشون. چیزی که ما نمیدونیم اینه که این دنیای قابل مشاهده‌ای که ما در موردش میدونیم چقدر از کل دنیاست. این امکان وجود داره که دنیای قابل مشاهده ما یه جای خیلی کوچیک از یه محدوده خیلی خیلی بزرگتر باشه. بذارید دنیای قابل دید رو اینجوری توضیح بدم. فرض کنید که شما یه جایی از کیهان هستید. هر جا فرق نداره. شما یه نورافکن هم دارید که باهاش میتونید جهان رو ببینید. بنابراین اونو به سوی دریایی از کهکشانها در فضا میتابونید. فرق نمیکنه که در کجای کیهان ایستاده باشید. در هر صورت شما فقط قادرید محدوده ای رو ببینید که نورافکنتون اونجا رو روشن کرده باشه و فرای اون رو نمیتونید ببینید. پس الان ما میتونیم یه عالمه کهکشان در فاصله میلیاردها سال نوری با خودمون رو با استفاده از تلسکوپ های رادیوییمون ببینیم. اما اون چه که میبینیم گذشته اونهاست. نوری که همین الان از اون کهکشان ها در فضا منتشر میشه هیچ وقت به ما نخواهد رسید. چرا که به دلیل انبساط دائم بافت فضا زمان و سرعت مشخص و محدود نور اون کهکشان ها میلیون ها ساله که دیگه از دایره دید ما خارج شدند و ما هیچ وقت از اون چه که همین الان در اون کهکشان ها در جریانه خبردار نخواهیم شد. بر اساس اون چه که ستاره شناسا میگن
اینکه در بیرون از محدوده دنیای قابل دید ما چه خبره؟ احتمالاً میتونه با شکل هندسی جهان ما تا حدی قابل توضیح باشه. و محاسبات اونها نشون میدن که در بزرگترین مقیاس ممکن جهان باید شکلی مسطح داشته باشه. یعنی در مقیاس‌های کوچکتر توی دنیا به دلیل اون همه کهکشان و جرم‌های متراکم شده به واسطه یه گرانش و همچنین فضاهای خالی، ناهمواری‌ها و ناهماهنگی‌هایی وجود داره. اما اگه میشد از یه جای خیلی دوری به کل جهانمون نگاه کنیم، احتمالاً با یه سطح نرم و صاف مواجه می‌شدیم. پس بر اساس اندازه‌گیری هایی که از چگونگی تراکم و پخش شدن کهکشان ها و چگونگی امواج پس‌زمینه کیهانی صورت گرفته، بافت فضا زمان جهان ما باید با درصد خیلی خیلی بالایی صاف و مسطح باشه. اما این درصد بالا معنیش 100% نیست. البته یه موضوع دیگه هم مطرحه. اونم اینه که همونطور که وقتی ما آدم کوچولوها روی زمین هستیم و به زمین نگاه میکنیم به نظرمون میاد که زمین صافه، اما وقتی میریم به یه جایی دورتر از زمین، مثلا ایستگاه فضایی، اون وقت میتونیم خمیدگی زمین رو هم ببینیم. بنابراین این امکان وجود داره که جهان ما در محدوده‌ای که برای دانشمندای ما قابل محاسبه بوده مسطح به نظر اومده. و تئوری هایی در این زمینه وجود داره که ممکنه جهان ما در کل به شکل هایپرسفیر باشه، یعنی سطحی سه بعدی از دنیای چهار بعدی، و در این صورت بازم جهان ما لبه‌ای نداره. اگه از هر جایی شروع کنیم به گشت و گذار در اون، بالاخره بعد از مدت ها سفر بازم به همون جایی برخواهیم گشت که سفرمون رو از اونجا شروع کرده بودیم. در هر صورت برای ما غیر ممکنه که بتونیم اونچه که در خارج از دنیای قابل دید ما و در بیرون از محدوده نورافکنمونه رو ببینیم. با این حال فرض دانشمندا اینه که احتمالاً اونجاهایی که نوری از اونها به ما نمیرسه و ما نمیتونیم ببینیمشون شبیه همین جاهایی هستن که نورشون به ما میرسه و میتونیم ببینیمشون. احتمالاً اونجاها همون قوانین فیزیک باید در جریان باشه که در دنیای قابل دید ما در جریانه و کلی ستاره و کهکشان و ابرخوشه های کهکشانی باید اونجاها رو تسخیر کرده باشن. از یه طرف ممکنه که دنیای قابل دید ما داره دائماً از همه جهات گسترش پیدا میکنه. از طرف دیگه این امکان هم وجود داره که انبساط دنیا در یه جاهایی متوقف شده باشه و همونطور که در ویدیوی تورم ابدی بهش اشاره شد، دائماً دارن دنیاهای جدیدتری مثل دنیای ما یا متفاوت با دنیای ما به وجود میان. ما قبلا در ویدیوهای زیادی در مورد جهانهای چندگانه صحبت کردیم و اگر دنیاهای دیگه‌ای واقعا وجود داشته باشن، ممکنه هر کدوم از اونها برای خودشون لبه داشته باشن. اما اینکه در بیرون از لبه‌های اونها چه خبره، کسی نمیدونه. یعنی معلوم نیست که در دنیاهای مختلف دقیقاً همین قوانین فیزیکی حاکم باشن که در جهان ما حاکمن، یا نه، یا معلوم نیست که آیا اونها هم از همین ابعادی ساخته شدن که دنیای ما ساخته شده یا نه. در همه این زمینه ها تئوری های زیادی تا حالا مطرح شده و ما همچنان یه عالمه مسئله برای حل کردن در مقابلمون داریم. اینکه ما خیلی کوچیکیم و وسعت دنیای ما در کل خیلی بزرگه، معنیش اینه که ما باید با این حقیقت کنار بیایم که یه سری مسائل هست که نه ما قادریم حلشون کنیم، نه قدرت و توان درکشون در ما وجود داره. یعنی اینکه برای ما آدم‌ها مسائل و سوالات بدون جواب زیادی وجود داشته و وجود خواهند داشت یه حقیقته. بنابراین شاید بهتر باشه که ما دست از این وسواسی که برای رسیدن به آخر هر چیز در درونمون وجود داره برداریم و به خودمون اجازه بدیم که هیجانات مسیر زندگی رو هم درک کنیم و خوشحال بمونیم. خب البته ما میتونیم با تحقیق و مطالعات هرچه بیشتر لذت بیشتری از دانستن ببریم.
اما این لذت دانستن نباید اونقدر ما رو غرق در تخیلاتمون کنه که با وصل کردن چند تا از نقاط ذهن کوچولومون به هم دیگه به این نتیجه برسیم که تونستیم راز و رمز و نادانسته های دنیا و کل هستیمون رو بفهمیم. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم.